درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من فرید مینوی هستم، مطابق معمول روزهای چهارشنبه، من گویا قبلا اشتباه کردم، روزهای چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 در خدمت شما هستم. از آقای پارسا سربی در اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم که لطف میکنن برنامه کارگردانی فنی میکنن و محبت میکنن، خیلی برنامه رو تکرار میکنن، در یوتیوب میذارن، نامه های مقاله های من رو توی فیسبوک میذارن، جاهای دیگه میذارن. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای سربی، خیلی بازتاب گسترده ای داشت این دوتا مقاله منی که شما گذاشتید در جاهای رسانه‌ای. خیلی به من تماس گرفتن و از جمله یکیش که خب به خودتون تماس گرفته، ولی یا مستقیما به خود من تماس گرفتن، آقای رنجبر، آقای درویش رنجبر، دوست عزیز و دانشمند من، ایشون یک مطلبی نوشتن برای آقای و از طریق آقای سربی برای من رسیده دیگه، به آقای سربی پرسیدن، ایشون برای من پرسیدن، من اینو میخونم با عزتون. بله نوشتن همینطور که من نوشتم، همینطور که نوشتم هم میخونم دیگه. در سربی جان ممنون به خاطر ارسال مقاله آقای مینوی عزیز، که حقیقتا خیلی از صمیم قلب برای این مرد ایران دوست و کوشا ارادت دارم. بسیار مایلم در خصوص این مقاله نقطه نظر زیرا به اطلاع او رسانده شود، یعنی به اطلاع من رسیده شود. نوشته که جناب مینوی گرامی و عزیز، من این خیلی یک کم کمرنگ ازوی با دستار خواهم، با تجدید ارادت لازم دانستم در خصوص این مقاله نکاتی چند خدمتتان عرض کنم. در نوشته شما یک نکته اساسی مقفول مانده و آن هم این که چگونه پس از شکست ساسانیان در حمله مسلمانان در شبه جزیره، در حمله مسلمانان شبه جزیره حجاز و حتی علی‌رغم مقاومت 200 ساله که در کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زلیکوب به شرح داده شده است، سرانجام دین اسلام در ایران به گونه ای رواج یافت که اکنون بسیاری از محققان ایرانیان را دارای هویتی دوگانه، تو پرانتز ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی تلقی می کنند. بعد آقای درویش رنده نوشتن که به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در دو مقوله جداگانه جستجو کرد. این کلمات اشرافی به کار من آقای رنده نخواست، این که تمامی سیطره هیمنه ایران پیش از اسلام که به قول شما توانست در نیمی از جهان متمدن آن روز حکومت فرمایی کند، فقط بر ستون پایه دیوان سالاری سیاسی و قدرت نظامی استوار بود، نه بر مبنای نوعی جهانبینی و فلسفه دنیوی و غیر دینی. من حالا بحثی رو ادامه دادم، من حالا خیلی دوست دارم آقای درویش رنبر رو مستقیمن باشون صحبت کنم، اگر ایشون فرصت داشته باشن همین توی این برنامه لز کنم زنگ بدارم، من خیلی خوشحال میشم که از نظراتشون مستقیمن با بینندگان عزیز استفاده کنید، چون ایشون آدم فعال و کوشا و دانشمند و خوشبیانی هستن و نصف خیلی قشنگی دارن. من آرزو میکنم که میتونستم اینجوری مثل ایشون قشنگ بنویسم. حالا من البته من توضیح میدم، ولی دوستاشم ایشون هم بودن دوتایی صحبت میکرد. خیلی ممنونم آقای رنجبر
که محبت کردید و همینطور ممنونم از دیگر خانم‌ها آقایونی که محبت کردن. خیلی ها به من از طریق تلگرام فرستادن، از طریق تلگرام من ایمیل ها رو میتونم بدم دوستان برای من پرینت کنم بیارم بخونم. هنوز بلد تلگرام رو تازه گرفتم، هنوز بلد نیستم. ببینید ما نسل کامپیوتر نیستیم، ما نسل قبل از کامپیوتریم و با توجه به اینکه من چشمام ضعیفه در نتیجه نمیتونم تسلط پیدا کنم، میرم دوستان اونها رو از طریق اینترنت از طریق ایمیل پرینت میکنم و میارم اینجا براتون گاهی میخونم. اما تلگرام هم یاد نگرفتم که چجوری پرینت کنم و امروز پرسیدم یه نفر گفتش که سعی کنید تلگرام رو ایمیل کنید به خودتون، وقتی ایمیل کردید و وقت پرینت کنید حالا ببینم ترکیه بکنم دیگه، باید ببینم چجوری میشه کرد. در اصل در اونجا یک بانوی یک نامه نوشتن و یا آقایی هم دوباره در همه مورد نامه نوشتن. این در من خیلی خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم واقعا. خانم آقایی ببینید وقتی شما من توقعی که ندارم که از کسی که پاداشی نمیخوام دیگه از سلام گذشته که مثلا دنبال مقام و اینا باشم دیگه، اگر هم من مقام پیشنهاد بشه باید بگم معذرت میخوام، ولی از اینکه واکنش نشون میدید و در مورد مقاله در مورد مطالب زنگ میزنید، ایمیل میزنید، تلگراف یا با آقای سوربی تماس میگیرید بسیار سپاسگزارم. از قدیم میگفتن که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. خب اگر اونایی که خطاب بهشون من صحبت میکنم، اونایی که خطاب بهشون مینویسم هیچ واکنشی نشون ندن، خب منم فکر میکنم که نکنه هیچ کس اصلا توجه نمیکنه. گویی که آقای سوربی عزیز این مقالات اینا رو میذارن، یه جوری میذارن که زیرش مشخص میشه که چند نفر دیدن، چند نفر مراجعه کردن، چند نفر خوندن، ولی خب چون جاهای مختلف هست دقیقا نمیشه جمعش کرد، چون ایشون چند روز میذارن مقاله رو و چند روز مقاله برای از ایشون سپاسگزارم که حداقل یه آماری به من میدن که چند نفر این رو میبینن و دیدم که در مقالهشون آقای پارسا سوربی خطاب با آقای رنجبر هم نوشته هزاران هزار نفر در سر دنیا برنامه های ما رو میبینن، خب خوب شما بیایید و روی این برنامه صحبت کنید. البته پیشنهاد آقای سوربی اینه که آقای رنجبر بیاد مثلا برنامه بگیره و مثلا مبلغ ناچیزی هم بده دیگه، ولی خب من میتونم بگم برای شروع میتونید بیایید تو برنامه من زنگ بزنید، من در خدمتتون هستم. من یک ساعت برنامه دارم، یک ساعت رو با کمال میل حداقل نیم ساعتی میذارم برای که گفتگو کنیم با شما، چون میدونم گفتگو با شما کار سازه و میتونه چاره ساز باشه. اما ببینید در مورد دین شما اشاره کردید که آقای رنجبر نوشتن، در آقای درویش رنجبر نوشتن که اسلام و زردشت در واقع اصولش یکیه، فقط اون میگه الله، اون میگه ابو رمضان، فرق دیگه ای زیاد نداره. ببینید مثلا اینه که به باور من مردم دو گروه هم، یا احتیاج دارن به یک خدایی و یک پیغمبری و یک دینی. اگر احتیاج دارن در درونشون، ببینید از اول که بارها من خدمت رو گفتم، از اول این خدایی که نیومده بگی به من عبادت کنید، که یک نفر اومده گفته اون بالای خدایش باید بهش عبادت کنید، یعنی انسان این قضیه رو درست کرده، خدا درست نکرده. هیچ کدوم از اون بت‌های سنگی نیومدن گفتن به ما عبادت کنید، یک عده آدم گفتن بریم به اینا عبادت کنید. یا مثلا این همه حیوانات رو، گاو و موش و قورباغه و مار رو می‌فرستن، این حیوانات که نیومدن گفتن بگن به ما عبادت. یه نفر میاد که این کار رو میکنه، پس بنابراین یه نیازی بعدی مردم توی وجودتون، یک نیازی به ماورا و طبیعه هست، به یه چیزایی که اون بالا باشه. خب اگر نیازی باشه پس شما یه دینی میخواید داشته باشید، یه آدمی که تحصیل کرده است، دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه است، به من میگفت آخه مینوی اگر من بذارم اسلام و کنار، به بچه‌م بگم خدا چیه، بگم ترکی خلق کرده، بگم چی بگم، جوابش چی بدن، اونا چی بپرسه. خب اگه میخوای یه خدای داشته باشی، خب اورامزدا تو رو اورامزدا خلق کرده،
اما یه فرقای اساسی و کلی بین باورهای زردشتی و با دیگر باورها هست. این از همه اول شروع میشه. من حالا اجازه من یه 72 تا پرسش تهیه کردم، اینا رو دارم روش کار میکنم و میدم به تایپ بشه، آماده بشه، شاید در دو قسمت شاید در سه قسمت از آقای سوربی هم کمک بگیرم، همیشون بزرگواری کنن، اینا رو بذارن در معرض قضاوت دیگران. شما نظرتون در باره این پرسش ها بگید و اگر خودتونم مایلید به این پرسش ها اضافه کنید، یعنی شما هم برای من بفرستید، من در سری بعد این 72 پرسش ممکنه با 5 تا پرسش که شما اضافه میکنید تعدادش بشه 77 تا، با چند تا دیگه دوست دیگه اضافه میکنه تعدادش بیشتر بشه. الان این پرسش ها 72 تاست. من برای که شروع کنم، برای که یه مقدار آمادگی ذهنی داشته باشیم، همینطور هم فرق دین آیین زردوش رو با بقیه دینا میگم، اصلا به اسلام کار ندارم. همه دین ها یک طرف، باورهای زردوشی طرف دیگه. یعنی مثل این که شما نون و پنیر و مثلا نون و پیاز و مثلا نون و ماست و باید با چوکه ها و سلطانی مقایسه کنید، قابل مقایسه نیست اصلا. باورهای زردشتی هم همینه. ما من که اونجا نوشتم که ما در 1200 سال آقای بزرگوار نیمیت دنیا بودیم، آقای بزرگوار نوشتم، آقای بزرگوار یعنی ما بردها رو نمی کشتیم، ما دیگر اندیشان جلوی شیر گرسنه نمینداختیم، هر کاری خلافی که اونا میکرد ما نمیکردیم، ما با بزرگوار بودیم، بعدها رو میبخشیدیم، آزاد میکردیم. خب به علت اون باورهای زردشت بوده و همونطور که خود آقای رنجبر نوشتن 200 سال ایرانی ها جنگیدن. چرا 200 سال ایرانی ها جنگیدن؟ ببینید ما دوبار مسلمان شدیم، یه بار در زمان عمر با شمشیر عرب های به قولیشون شبه جزیره حجاز با اون آبا اونجا چی شدیم؟ مسلمون شدیم. به گفته خود آقای رنجبر 2 سال طول کشید تا همه ایران مسلمون شد. توجه کردید؟ میگم 2 سال طول کشید تا همه ایران مسلمون شد. برای چی؟ برای که باورهای زردشتی میگه جنگ با بدی ها، شعارش جنگ با بدی های اون مهاجمینی که با شمشیر اومدن میگن باور عوض کن، اونا بدی هستن، باید با اونا بجنگیم. پس بنابراین باور مردم جنگ با بدی ها بود. اینکه 2 سال طول کشید، 200 سال طول کشید تا همه ایران مسلمون شد. اما مثال دیگه میدونم، 9 قرن بعد، یعنی 900 سال بعد، آقای شاه اسماعیل صفوی قزلباشا را آورد و همه مردم باید شیعه بشن. اون موقع سنی شدیم دیگه، چون موقعی که از این شیعه نبود که وقتی در زن به ضرب شمشیر اومد مسلمون شدیم، خب معلومه که سنی شدیم دیگه. آقای شاه اسماعیل صفوی اومد گفتش که نه، من میگم همه تو باید شیعه بشید، یعنی بگید که ابوبکر و عمر و عثمان بی خودن، فوش بدید اینا، بگید علی خوبه. و توی اون نماز و اقامه آورد اشهد ان علی و ولی الله، یعنی شهادت میدم علی بزرگتر خداست. حالا شما هرچی این ولی رو بخواید معنیش رو بالا پایین کنید، چپ بکنید، مثل آقای بله آقاسی بگید مثلا فرض کنید که ضربه یعنی ناز کردن، نمیشه دیگه. ولی یعنی بزرگتر، مگه نمیگیم آقای خامنه‌ای ولی ولی فقیه، یعنی فقیه بزرگتره دیگه. اشهد ان ولی علی ولی الله، یعنی شهادت میدم علی بزرگتر خداست. خب شاه اسماعیل اومد صف نمازگزارا رو گذاشت، مردم بهش گفتن، مردم نمیگن این حرفا، مردم نمیگن اشهد ان علی ولی الله. گفت اونش با من بین هر دو تا نمازگذاری یک قزلباش با خنجر وایساده، نگاه میکنه به دهن این، نگاه میکنه به دهن این، میگه آیا اشهد ان علی ولی الله یا نمیگه، اگه نگو با خنجر میزن تو قلبش. شما فکر کنید زمان شاه اسماعیل چقدر طول کشید ما دینمون عوض کردیم، از مذهبمون از سنی به شیعه کردیم، شاید 5 سال هم طول نکشید. من یه جا خوندم، حالا مستند آنچنانی نیست که بگم فلان کتاب را، که از یزد فرستادن یا از کرمان فرستادن بزرگان دین، و بزرگان دین سنی بودن دیگه، بزرگان سنی دین آوردن توی دربار شاه اسماعیل صفوی.
آقای جاسمانی در صفحه گفت فوش بدین به ابوبکر و عمر و عثمان، اونا شروع کردن فوش شدن. بعد که برمیگشتن تو را بهشون گفتن که شما این همه اسلام میگفتید، این همه از مذهب این همه گفتید، همینطوری یه دفعه همه اونایی که برای تا دیروز برای تو مقدس بود امروز فوش دادی بهشون. گفته بود بابا ولی 3-4 تا عرب پابرنه که ما نمیدونم جونمون رو بدیم که. ببینید فرقش چیه؟ فرق اینه وقتی زردشتی بودیم اسلام رو برای ما آوردن 200 سال طول کشید تا اسلام آوردیم. شهر استخر فارس 5 بار بر علیه ماموران عرب مسلمان قیام کردن، همه این شهرهای ایران چندین بار قیام کردن و چندین بار کشته شدن و چندین بار غارت شدن، برای که باورش این بود که جنگ با بدی ها. ولی اسلام میگه که هرچی خدا خواست همونه دیگه. توی سوره ابراهیم آیه 3 و 4، این آیه 3 و 4 خوندنی واقعا، یعنی باید اینو بخونید حفظ کنید. آیه 4 قسمت دومش میگه که خدا هر کی بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر کی هم نخواد هدایت نمیکنه. ما هر روزه ببینید، شما اگه کارگر باشید یه کار کنید توی مزرعه‌ای، آخر شب غروب که میشه میرید میگید پولم بده دیگه، گریه که نمیکنید برای پولتون که، میگید آه کار کردم پولم بده. اما ما مسلمان همه اگه باورمند باشیم همه کار رو کنیم، آخر میگیم که اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اونو که نعمت داری بفرست نه راه قضا کردی، یعنی ما هیچ کاری این در اسلام، اونی که به یه سری نعمت میده به یه سری قضا میده، نمیگه که من درست کاران عابد عبادت کنندگان نمیدونم آدمای خوب رو نعمت میدم، که میگه هر کی بخواد نعمت میده، هر کی بخواد قضا میکنه. بارها بارها در اسلام به ما گفتن که شما این دنیا هرچی سختی کشیدید ایب نداره، اون دنیا ازش خوبی میبینید، بهشت خیلی خوبه، اما خدا آخونده سوار ماشین ضد گلوله میشن، اگه مریض میشن میرن بیمارستان های خارج، بهترین بیمارستان های جهان میرن اونجا، بهترین پزشکان ازشون مراقبت و پرستاری و مداوا میکنن، اما مردم بیچاره را حواله میدم این امامزاده، اون آستان قطر اردوی، اون قبلیه واعظ توسی بود، واعظ توسی خودش که مریض شد با یک 30-40 نفر آدم پاشدن رفتن یه طبقه یه هتل اجاره کردن و رفتن توی یه بیمارستان انگلیس مداوا کرد. بدبخت مردم میگه بری توی چیز، بری توی امامزاد، آلا امامزاد چه خده، امامزاد مثلا 1300 سال مرده بیه، خاک شده، این چیزی نیست، کاره این نیست که. حالا اگر گریم بیم زردوش به طور خلاصه چی بود، ببینید میگفت اولا که آغازش اینطوریه که مزدا اومد به مشی و مشیانه، یعنی به زن و مرد، گفت من شما را از زندگی گیاهی به زندگی انسانی عوض کردم، یعنی از خاک و گل درست نگرد، زنده بودن زندگی گیاهی بودن، به انسان تبدیل میکرد. همه میدونیم، ما همه میدونیم که گیاه به انسان تبدیل نمیشه، ما همه میدونیم که گل و خاک هم به انسان تبدیل نمیشه، اما کدوم نزدیکتر؟ زندگی گیاهی یعنی زندگی بوده، این زندگی کامل شده به زندگی انسانی رسیده، اما خاک و گل، آخه ببینید شما کدوم موجودی رو از خاک و گل، کدوم کجای خلقت بوده که یک دفعه این موجود کامل قبول شه؟ همیشه خلقت در هر جای دنیا که نگاه کنید، خلقت از یک چیز کوچیکی شروع میشه، یه باشه رشد میکنه. انسان از دو تا یک اوول تلیه مسلول ماده، یه اسپرماتوید سلول نر تولید میشه، یک مرد که مرد و زن که میشن اوول در اطرافش ده ها هزار اسپرماتوید ریز میشه، همه به طرف این حرکت میکنن، یکی که سریع تر برسه و زود تر برسه وارد بشه، دیگه بقیه در بسته میشه نمیتونه وارد بشن، اون میشه سلول تخم. تخم یه سلول ذره بینی و زیر میکروسکوپ ببینیمش، بزرگ میشه بزرگ میشه، اما شکل مثل توت میشه، میگم مورولا، مورو به لبانلاتین یعنی توت، یعنی توتی، بعد یه جاش میره تو مثل یک کیسه میشه، بگم گاسترولا یعنی شکل معده است، یعنی
توش خوب رفتن جا داره. بعد یه آشهاش چی میشه دیگه؟ حالا اگر انسان باشه انسان میشه، اگر همون تخم در موجودات دیگه باشه به اون شکلی که هستن در میان. یه دفعه که یک انسان که وجود نمیاد که، یک دفعه یه دون درخت چنار که وجود نمیاد که، یه دفعه یه اندونه که وجود نمیاد که، یه گله و تشی خودی کچوله، یه هاشه هاشه بزرگ میشه بزرگ میشه در طیل دوسته ما میشه یه اندونه. حالا خدا چکار کرد؟ یه لخاک آورد فوت کرد رو افتاد آهی نمیشه که. شما میگید از زندگی گیاهی به انسانی هم نمیشه؟ آره اونم نمیشه میدونم، اما غلط بودنش کمتره. حالا بگذاریم از این بگذاریم، خدا به مشی و مشیانه گفتش که من به شما خرد کافی دادم، شما پدر و مادر جهانید، شما به طور مساوی کار کنید تا دنیا رو بسازید، مسئولیت رو بشون نمو بیکاری. حالا یک دو دید سالها رو کنم میکردم دردش بخونم. امیدوارم بتونم بدون استفاده از دستگاه بخونم، البته خط خودم چون بزرگ می‌نویسم بهتره. چرا مزدا خدای زردشت مشی و مشانه یعنی آدم حوا را همزمان آفرید و خدای ابراهیم اول آدم را خلق کرد بعد متوجه شد باید جفت باشن و حوا را خلق کرد؟ سوال اینه چرا خدای زردشت از اول دو تا خلق کرد زن و مرد؟ یکی از اول یه دونه خلق کرد بعد فکر کرد یکی که نمیشه که، باید یکی دیگه هم درست کنه، بعدم زن درست کرد. دو، چرا مزدا مشی و مشیانه هر دو را از زندگی گیاهی به حیوانی یعنی یکسان خلق کرد و خدای ابراهیم آدم را از گل و خاک و هوا را از گوشت و استخوان چپ آدم خلق کرد؟ آدم هوا در دینای ابراهیمی که موسی آورده رسه از قوم ابراهیم و نسلش موسی، در اینا فرق داره جنسشون، اون از گل و خاک درست کرده، اون از گوشت و پوست چپه اینه کنده انداخته زمین یه دفعه هوا شده. چرا؟ ببین اینا جواب بدیم، من میدونم بالاخره اینا جواب داره دیگه، مثلا آقای خامنه ای میتونن من جواب بدن دیگه، یا مثلا فرض کنیم که نمیم بنیاد ایمان که اون دانشمندانی که اونجا هستن میتونن جواب بدن، این آقایون روحانی که میان توی تلویزیونای ایران در امریکا صحبت میکنن بالاخره جوابشو میتونن بدن دیگه، ما میخوایم جواب بدیم. من نمیگم که من مثلا فرض کنیم که کار مهمی کردم شفاف عمل کردم، من یک سوالای بزنم رسیده، این سوالا رو میپرسم، اگه پاسخشو میدونستم که نمیپرسیدم، پاسخشو نمیدونم به رضا میپرسم. پس اگر هر کسی مسلمان باورمنده موظفه جواب بده. ببینید در اسلام اگر از یک نفر فتوا خواستی یعنی پاسخ مسئله رو خواستید، اون طرف وظیفه داره که جواب بده، اگه جواب نده گناه مرتکب شده. پس هر مسلمان باورمندی که این سوالا رو میخونه میشنوه بر اختش برش مواجبه که اینا رو جواب بده. چرا مزدا به مشی و مشیانه گفت به شما خرد دادم تا دنیا را اداره کنید و خدای ابراهیم گفت سی یعنی میوه و گوش و خرد را نخورید؟ ببینید خیلی فرق داره. اونجا آقای درویش رنجبر هم گوش بدن یا اینکه تکرارش بدن، ببینید فرقش چیه. اون مزدا گفت ای آدم و ای زن و مرد که شما رو خلق کردم، به شما خرد دادم بر اساس خردتون دنیا رو اداره کنید. این خدای موسی گفت یه سیب گذاشت اینجا، گفت این میوه خرد و هوشه، اما این نخورید ها، حق نداری بخورید ها.
اصلا اگه بنا بود سیب را نخورن چرا آن را در دسترس آنها قرار دادن؟ ببین تناقض چیه؟ من میگم آقای خدا اگر بنا بود آدم هوا سیب نخورن سیب رو نخورن خب چرا سیب گذاشت جلوشون؟ چون شیطان حاضر نشد به انسان سجده کند از بهش اخراج شد، پس چونه به بهش برگشت تا آدم هوا رو وسوسه کنه؟ فسحال بیه. شما میگید که خدا آدم آفرید، به همه فرشته‌ها گفت بیه به این آدمی که من آفریدم سجده کنه، همه سجده کردن. شیطان گفت نه، ببین منو از نور و آتش آفریدی، این از گل و خاک آفریدی، من جنسم ساختم مرغوب‌تر از اینه، من به این سجده نمی کنم. خدا عصبانی شد از بهش بیرونش کرد. خب آقای خامنه‌ای چجوری برگشت تو بهش؟ مگه بهش در پیکر نداره؟ مگه هر کسی میتونه بره؟ سال ششم، اگر شیطان خود را به شکل مار در آورد، مار چگونه و با چه زبانی میتواند آدم و هوا را وسوسه کنه؟ ببینید اگه مثلا گفتیم شیطان به شکل چونچی در اومد، چون که حرف زدن خوبی حرفایی زد، گفت سیبو بخوره چی خوبه بخوره سیبو خوبه بخوره بخوره، اما مار چیکار کرد که اینا رو وسوسه کرد؟ ببینید من سوالم اینه، میگم مار چجوری میتونه، مار که حرف نمیتونه بزنه که، زبونش میتونه در بیاره بیرون تو کنه، بعد هم اگه گیرش باید یعنی خواهی نیش بزنه شاید هم بکشدش با نیشه، ولی وسوسه کردن چجوری میشه؟ چجوری میتونه وسوسه کنه؟ وسوسه اینه حرف زدن، وسوسه اینه که بگیم این خیلی خوبه بخور، باور کن خیلی خوبه بخور، این چه خشنگه بخور، چقدر خوش بخار خواهی شو بخور، این میشه وسوسه. اما مار که درش توی و این سیبا نشون میدونی بخور سیبا بخور چی دوری؟ این نه که من بگم نمیشه، من میگم من عقلم نمیرسه چی دوری این وسوسه میکنه. سوال هفتم، اصلا این بهشت و جهنم در کجای جهان قرار دارن؟ واقعا بگید آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای بگید این بهشت جهنم کجا دیگه، ما بفهمیم واقعا کجا هست. کره زمین هست، کره مریخ هست، کجا هستن؟ البته خب این دانشمندان اسلامی خودشون هم یک کشفای جدیدی میکنن، مثلا ما تا به حالا شنیدون که امام زمان سوار بر اسب میشه و با شمشیر میاد دنیا رو درست میکنه، کافرها رو میکشه. آقای مکارم شیرازی گفتن که امام زمان سوار بر ابر فشرده میشه و با صدای مثل صدای رعد و برق همه جهان این صدا رو میشنوند. مثلا من فکر میکنم که صدا از کره زمین بیرون نمیره چون که به این بالا خلأه، ولی آقای مکارم شیرازی گفت امام زمان سوار ابر فشرده میشه و صدای مثل رعد و برق در تمام جهان شنیده میشه. خب این کشم کنه این فیده جدید دیگه. هشت، ظرفیت به چند نفر و ظرفیت جهنم چقدر؟ نو، چرا مار و عقرب هایی که می آیند آدم ها را نیش بزنند خودشان در آتش جهنم نمی سوزن؟ خب میگن که توی جهنم ما رو اقرب میان آدم ها نیش بزنن دیگه، بس اقرب ها یه اقرب هایی هستن که از اون اقرب ها نیش اونا آدم به مار جراره فنا میبره. مار جراره در زمان تمثیلی یعنی ماری که زمین مارا نیشش بدتره، مار مثلا نیش مار اینه که میکش آدم دیگه. ده، میگویند خدا هیچ نیازی ندارد، پس برای چی جهان رو خلق کرد؟ اون چه نیازی داشت؟ جواب دیگه
من غذا میپزم نیاز دارم بخورم، کتاب چاپ میکنم مردم نیاز دارن بخونن، خودم نیاز دارم کتاب چاپ کنم، میام صحبت میکنم برای که نیاز دارم که افکار همیهنانم رو به قول خودم به نظر خودم بهتر کنم و کشورم رو نجات بدم. هر کس برای کارش یه نیازی داره. خدا از اینکه آدم انسانها رو خلق کرد چه نیازش رو برطرف کرد؟ خب این از ده خوندن اینجا نوشتن 72 تا سیاسی باشه. تو ده خوندش. خب ما در کشور امریکا زندگی میکنیم و الان در امروز روز مهمترین چیز در کشور امریکا انتخابات رئیس جمهوریه، به طوری که همه صبر کردن تا ببینن چی میشه. معاملات خونه و زمین و اینا بسیار راکده، همه صبر کنن چی میشه، این انتخابات به کجا میشه. البته انتخابات هیچ ربطی به خرید زمین نداره، خب زمین بالاخره بازم باید زمین مردم بخرم بفرم، ولی سکوت کنم مردم هیچ کار نمی کنم، منتظر انتخاباتم. بعد جمعه شب، یعنی دو روز قبل، امروز چهارشنبه است، امروز چهارشنبه هفتم مهر ماه 2015 است و برابر است با 28 سپتامبر 2016. روز دوشنبه یعنی دو روز قبل به وقت اوستون ساعت 8 بعد از ظهر یک مناظره بین این دو نفر شروع شد. قبلا من خونده بودم که مناظره اینطوری خواهد بود که اون مجری یک سوالاتی رو مطرح میکنه، 15 دقیقه این یکی حرف میزنه، 15 دقیقه یکی دیگه، دوباره 15 دقیقه یکی دیگه، دوباره در نتیجه سه تا هر کدوم 15 دقیقه حرف میزنه. ولی بعد عملا اینجوری نبود، مجری یک سوالی رو میکرد و اون سوال رو صاحب میکرد جوابش بدن، بعد یه سوال از یه نفر دیگه میپرسید. اولین چیزی که در آقای دونالد ترامپ وجود داشت این بود که میپرید تو سوال اون یکی، وقتی اون صحبت میکرد میپرید تو حرفش، یعنی علارغم این که قانون بر اینه که سرکاری اون مثلا بهش سه دقیقه وقت دارن، سه دقیقهش نمون کنه بعد شما صحبت کنید، ایشون نه وسط حرفا اون میپرید صحبت میکرد. حالا بگذاریم ببینید، میگن که به مجنون گفتن که آقا این لیلی که آقا همچه خوشگلم که نیست که، گفت شما باید از چشم من لیلی رو ببینید، از چشم من لیلی خوشگله، زیباترین دختر. حالا یه سری آدم ها مثلا یه باوری رسیدن، عوض کردنش سخته. بین ایرانی ها در مورد ترامپ و کلینتون اختلاف نظر، بعضی طرفدار ترامپ و بعضی طرفدار کلینتون. اون توی رادیو هم، من رادیویی که گوش میدم توی ماشین این ور ور میرم، با مردم مصاحبه میکنه که شما نظرتون چیه. یکی میگه که من آقا این سیاستمدارا اینقدر سیاست بازی در آوردن من خسته شدم، میخوام یه نفر بیاد که سیاستمدار نباشه همینطوری کار کنه. میدونم سیمونه مثل که بگه من این فرمانده کشتی که این کشتی رو 20 سال تو این کاره من خسته شدم ازش، میخوام یه نفر همین از این کنار شده و بگیم تو بیا کشتی رو ادار کن. آخه خب تجربهش نداره. البته میدونم باور رو عوض کردنش سخته، این همه سال شیعه ها میگن اشهد ان علی و ولی الله، آقا بگو این کار این حرف کفره، نمیتون عوض نمیشه کرد. این همه میرن این امامزاده اون امامزاده گریه میکنن کلش رو میدونن به اون پنجره ها میکنن ای امامزاده فلا 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 شفا بده بچه هم مریضه زود بچه هم نمیفهمن بابا این بتپرستیه، این امامزاده مرده هیچ کاری نمیکنه برای تو، تو خود اگه مسلمانی که روزی هفته ده بمیگی یا که نبود و من به تو عبادت میکنم خدا، پس چه دروغ میگی؟ مثلا چه دروغ ها نیست این مالیه. در مورد باورمون هم همینطوره. خانم کلینتون گفتش که شما به آقای ترامپ گفتش که شما اظهارنامه مالیاتی پر نکردی، منتشر نکردی، به مردم نشون ندادی. اینکه به مردم نشون ندادی چند تا معنی میتونه داشته باشه. یکی اینکه اینقدری که میگی الکی میگی من ثروتمندم، ثروتمند نیستی. یکی اینکه این همه میگی من به مؤسسات خیریه کمک کردم، کمک نکردی.
شاید یه دلار هم کمک نکردی، شاید اصلا ثروت یه دلار هم نیست، میدونی ثروت یه دلار نیست، یعنی این همه که داری همه اینا رو قرض داری، چون میرن بانک ها قرض میکنن یک چیزی میسازن، یا من بانک 2 میلیون قرض کردم یک مثلا ساختمون درست کردم که 2 میلیون میارزه، خب من ثروتم این چیه؟ نه اینکه بگیم 2 میلیون ثروت داری، نه در مقابل 2 میلیون تو ثروت 2 میلیون هم قرض دارم. خانم کلینتون گفت شاید ثروتش یه دلار هم نباشه. یک که آخه چجوری میشه من به قول من رو پیزوری میرم یه تکس پر میکنم که آقا من اینقدر پول در آوردم، اینقدر حج کردم، اینقدر بلند کردم، اینقدر سودم، اینقدر اونا به من میگن آقا تو باید اینقدر تکس بدی، چک میرسن میفرستن برای اداره مالیات. آخه چجوری رئیس جمهور اینو اظهار نمیکنه؟ اگه کردی درست کردی خب به مردم بگو دیگه. اومده چسبیده که آقا اوباما اهل کنیا اهل امریکا نیست، بی خود رئیس جمهور شد. آقا 8 سال رئیس جمهوره، از تو زرنگتر نبود بره بفهم اهل کجاست. آقای اوباما اون سند تولد خودش که در هوایی بوده، من که اینترنت اینا کار نمیکنم، شنیدم که گذاشته هرکی میخواد بره ببینه. و از همه جالبتر آقای خانم کندی و آقای ترامپ گفتش که من یک پیمانکاری رو میشستم که الان اینجا نشسته، ایشون برای شما کار کرده، یه زمین گلف برای شما درست کرده، شما باش پول ندادی. میدین آقای ترامپ چی جواب داد؟ گوه کارش خوشم نیم. جالبه از که من برم مثلا فرض کنیم که ماشینه بدم یه ده تعمیر کنن، موتورش عوض کنن، دیبرانگا بعد بگم سوارشم بگم نه کارت خوشم نمید پول بده نیدم، بابا یا بگی کنم پول خرج کردی اینو ساخته برای تو، تو کارش خوش نمیاد، تو بتونی پولش بدی بعد چیکار کنی؟ بگی ما قراردادمون که عرضش اینقدر باشه کمتره، طولش اینقدر باشه کمتره، ولی نمیتونی بگی کارت خوشم نمید پول میشه نمیدم که برام اینطوریست دیگه. آقای خانمی کلینتون از اول تا آخر لبخند گایم پوزخند به ترامپ میدن و محکم نشسته بود. آقای ترامپ هی صورتش قرمز میشد، هی رنگش عوض میشد، هی عضلات صورتش تکو میخورد، هی آب میخورد. فردا در تقویم ایران روز بزرگداشت مولوی است. ببینید بین این شاعران قدیمی و متفکرین و اندیشمندان قدیمی یکی فردوسی است که فردوسی خب برترینه دیگه، فارسی رو زنده کرده دیگه، همه مدیون فردوسی. یکی خیامی که متفکر بوده، اندیشمند بوده، یه مطالبی رو گفته. یکی حافظه، حافظ که خودش میگه من رند و خراباتی هم. حافظ بسیار دانشمند بوده و بسیار حرفاش درسته و بسیار تعبیراتی داره که اون تعبیرات رو با آدم بدونه. من حافظ‌شناس نیستم ولی مثلا میگه دفتر یعنی مثلا منظور قرآنه، مثلا دفتر رو به آب انداختیم یعنی قرآن رو به آب انداختیم، ولی خب نمیگی که دفتر قرآن رو به آب انداختیم، میگیرم بدش در میارم. همه چیز رو با اشاره گفته و بهترین تعابیر رو کرده. مولوی در طول عمرش، مولوی توی بلخ بوده، پدرش واعظ بوده، مولوی پدر پسر اون شخص بوده. وقتی یه صحبت حمله مغول میشه اینا از اینجا با میشن میرن، میرن سوریه، میرن شام، میرن چندین شهر مختلف، بر کنون یه مدر میمونن، بالاخره میان به خونیه. خونیه الان شهریست از ترکیه فعلی، ولی این ترکیه فعلی خبر ترکیه نبود که، بهش گفتن آسیای صغیر، بهش گفتن آناتولی، بهش گفتن لیدیا، اسم مختلفی داشت. بعدن در زمان عثمانی ها اینا ترک شدن، بعد زمان سلجوقی ها پادشاه سلجوقی ترک سلجوقی اونجا بودن اینا ترک شدن. سلجوقی هایی که در ایران پادشاهی کردن خودشون فارس شدن، ولی سلجوقی هایی که در ترکیه پادشاهی کردن مردم رو ترک کردن، ولی مردم اون منطقه یک نمیدونم چه جوری بوده دیگه، برحال اینطوری حالا کار نده. برحال رفت مونیمون، مونیمون واعظ بود یعنی پیشنماز بود، برفت مسجد و
وعد و خطابه میکرد، یک عده زیادی مریدش بودن و میامدن در اونجا به حرفاش گوش میدادن، پشت سرش نماز میخوندن و مشکلاتشون رو، مشکلات دینیشون رو از این میپرسیدن. یه روز یه شخصی به نام شمس تبریزی جلوش گرفت، گفت سوالاتی کرد و اون سوالات خیلی تکون داد مولوی رو. من نشستم به بحث و بحث کردم بحث کردم. از اون بعد یواشواش این آقای شمس تبریزی یه کاری کرد که مولوی عوض شد، یعنی اون دین و ایمان و باور و نماز و روزه و اینا رو گذاشت کنار، شد خراباتی، شراب و رقص. رقص سماع میگن، یعنی اون رقص های مخصوصی که دیگه میچرخن هی میچرخن میچرخن اینجور کارا رو کرد، بعد عوض شد، زندگیش عوض شد دیگه. و این دیوان هایی رو که نوشته در اون زمان نوشته، بعد از اون نوشته و مثل بسیاری باورمند های دیگه بسیاری چیزایی نوشتن که غلطه. مثلا فرض کنیم که در یک کتاب سعدی مثلا نوشته شده که عقرب، بچه های عقرب وقتی میخوام به دنیا بیدن شکم مادرشون و مادر رو میخورم یا میبون، همچی چیزی نیست. و خیلی چیزایی دیگه دانشمندان قدیم باور دارن و اون باورها صحیح نیست. مولوی هم بسیار چیزایی گفته که درست نیست. مثلا فرض کنیم که ما یه داستان مولوی یه جایی بودیم، یه دهی توی جزیره ایش کشی چون شکر سرطن توی یه جزیره گرسنه بودن، یه بچه فیلی اومد، اینا گرفتن بچه فیلو کشتند و پختند و خوردن. یکی گفت نه من لب نمیزنم بچه فیل رو. بعد فیل اومد، همه اونا که فیل بچه فیل رو خورده بودن کشت، غیر از اونی که بچه فیل رو نخورده بود. خب فیل هر کجا میفهمه که بچهش خورده که بچهش نخورده؟ اصلا هر کجا میفهمه اینا خوردن بچه رو؟ این چیزا باور کردن نیست. و خیلی چیزای دیگه، مثلا آقای دکتر مهرانسای بزرگوار که من خیلی ارادت دارم خدمتشون و ایشون پزشک بودن و استاندار کردستان بودن در آغاز انقلاب، بعد نتونستن کار کنن اومدن بیرون. ایشون مثلا میگه که یه شعری شهر مولوی نوشتون که نوشتون که آن جمهود سعی، بعد نوشتون خواهی بسیار بدزشته که آقای مولوی به یک دگراندیش دینی فوش بده. خیلی بد، خیلی زشته. ما به همه دینا احترام میذاریم، یعنی واقعا باید بذاریم دیگه. باید آقای والتر میگه که من با گفته ای تو مخالفم ولی حاضرم جانم بدم تو حرف بزنی. من همچی میگم اگر همسایی من قورباغه پرست باشه، یه سر بخوان بیان قورباغه شو بکشم و میرن جلوشو میگم نه هر نداری کار رو کنی، بلکه این آزادی که قورباغه پرستی کنه. اما این دلیل نمیشه که با اون قورباغه پرست بگم باری که ازو چیکار خوب میکنه، بهش میگم چیکار مسخره میکنی؟ آقای قورباغه برای تو چیکار میکنه؟ تو این همه به این عبادت کردی، این چی که پاسخ خوبی به تو داد؟ فرق نمی کنم، ما خودمون هم اینطوریم. این همه یا فلان میگیم که اون فلانی که استعداد میکنه اومد واقعا کار کرد برای ما؟ هیچی وقت ما از اول عمرمون تا آخر عمرمون اون صدا زدیم، اون هیچ وقت جواب نداده ولی بازم صدا میزنیم. این منطقی رو بله ما وقت اونو کمه ولی خوبیه. این مجله هزارمی شماره مجله تهران، مجله تهران وقتی که شروع شده آقای شهرام مایون سردبیرش بوده و آقای شهباد نوری صاحبش بوده و آقای شهباد نوری که صاحبش بوده این ادامه داده. آقای به صلاح شهرام همایون از اینجا رفته یه مجله خودشو منتشر کرده، بعدم که اومده تو تلویزیون دیگه با ایشون همکاری نکرده. بعد سردبیرهای دیگه ای بودن که اینجا کار کردن و جالب اینه که من تو این مجله 15 سال هر هفته مقاله داشتم، یعنی از سال 2000 تا 2015. و خب مقاله های منم میخوندن دیگه، هر کس میگرفت اول میخوند، نامه هایی که میامد
نامه‌ای که میامد، خب من که نمیگرفتم نامه‌ای رو، میرفتم مجله تهران. و مجله تهران خب بعضی وقتا میذاشت مثلا فلان کس گفته که نوشته‌های مینویی مثلا خوبه، ما میخونیم. ولی خب دیگه به یه دلایلی نفهمید چه دیگه نتونستیم به هم کاری کنیم. و خب من اومدم بیرون. الان من توی راه زندگی و توی بیداری مقاله دارم. راه زندگی و خانم پری عباسلطی که قبلا سردبیر اطلاعات مانوان بودن و از زمان دانشجویشون تو کار روزنامه نویسی و خبرنگاری و نویسندگی بودن تا به امروز، و شوهرشون هم آقای هوشنگ میرهاشم، اینا توی دانشسر عالی با هم آشنا شدن. من فکر میکنم که همون زمانی که من تو دانشسر عالی بودم اینا هم تو دانشسر عالی داشتن لیسانس مثلا ادبیات میگرفتن، من مثلا رشتم فرق میکرد. ولی خب من آشنا نبودم اونجا با این دو تا زوج، ولی با هم عاشق و معشوق شدن سال هاست که مثلا نزدیک چرا 50 سال با هم زندگی میکنم. مجله تهران هم آقای شهباز نوری منتشر میکنه. من اولین مقاله‌ای که برای مجله تهران نوشتم آشنایی هیچ نداشتم، نمیشناختم. البته الان هم زالا ندیدم آقای شهباز نوری، با اونجوری 15 سال باشون کار کردم ندیدم چهرهشون، ندیدم. من خیلی رو کار میکنم چهرهشون ندیدم. من مثلا فرض کنیم که افتخار آشنایی از نزدیک با جناب سوربی رو ندارم. من آقای سوربی رو همیشه اون موقع می‌دیدم تو تلویزیون، همینطور دهان باز چشای باز نگاه می‌کردم که ایشون چه تسلطی دارن و چه بیننده‌هایی که این زنگ می‌زنن چه جوری جواب میدن. بعد به هر حال یه روز ایشون زنگ زدن و قرار بشه به هر حال اومدیم اینجا در خدمتتون. اولین مقاله‌ای که اونجا نوشتم، نوشتم که زنده باد اولین زن گناهکار تاریخ، یعنی آدم، یعنی حوا بود. حوا بود که سیب رو گفته بودن نخور ولی خورد. نمیدونم اگر این خانم این گناه مرتکب نشده بود الان ما تو بهشت کمره نبودیم، دنبال پروانه ها میدویدیم، هر وقت هم تشنم میشد دلده میشدیم با سنان هوا میکردیم، درمون نزشیم تو جوب یا آب میخوردیم یا شیر میخوردیم یا عسل میخوردیم یا شراب میخوردیم یا دنبال پروانه. هیچی دیگه، هیچی. این چیزایی که امروز هست، سرگرمی که امروز هست نبود دیگه، همش بهش بود. یه مطلب دیگه که بخواستم بگم، یک آقای ناپلئون بناپارت در 22 آگست 1803 الان 2016 یعنی 213 سال قبل ایشون امپراتور فرانسه شد. ایشون که امپراتور فرانسه شد، البته اروپایی ها به کارهایی که اون شخص میکنه کار میکنن، سابقه که معمولا ندید میگیره، ولی ما سابقه رو که ندیده میگیریم هیچی، سابقه هم درست میکنیم ملکی. مثلا یه جایی یه سخنان میکنن، سخنانی میکنن، مثلا تو ما مخالفیم ما این همین تیر خلاص نبود، توی اوین این تیر خلاص میزد به مردم. حالا ممکنه یه رو اصلا پاشم تو اوین نداشته ها، ولی ما میگیم. حالا از دارم که آقای ناپلئون بناپارت یک وقت فرمانده مصر بود از طرف کشور فرانسه، و هرچی میگفتش که مصری ها رو به اطاعت در بیاره، یکی از جنرالاش اسمش گذاشت علی اکبر و گفت این خطه که علی فلانه، ولی خب مصری ها گول این حرفا رو نخوردن دیگه. آقای ناپلئون بناپارت یه روز توی مسجد بزرگ مصر که حالا اسمش نمیدونم دقیقا چه مسجد بود، تو کنم همین مسجد الاقصا اینا دیگه مسجد نه حالا را اسمش نمیدونم دیگه، اسمش ولش کن پاک کنی اصلا چه در مسجد بزرگ و تاریخی مصر، همه بزرگان مصر رو دعوت کرد. وقتی همه بزرگان رو دعوت کرد، دستور داد در مسجد بستن و اون سربازایی که این ور اونور قبلا جا گرفته بودن شروع کردن همه رو کشتن، همه رو کشت آقا. بعد ایشون بین جنرال های فرانسه مقام ارشدیت نداشت، ولی بعد این انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، انقلاب فرانسه به حکومت وحشت و ترور رسید دیگه، و یه روز مردم هجوم آوردن به پارلمان. رئیس پارلمان به جنرالی که مسئول بود گفت بزن مردم،
بگو من به طرح مردم شلیک میکنم. بالاخره به بناپارت گفت تو شلیک کن، من شلیک میکنم. تو بردار چه آوازش سربازهای شلیک کرد و این شکلی فرحال چیز شد، یه امپراتور شد. اما وقتی امپراتور شد خیلی برای ترقی فرانسه کار کرد، بوین که جنگ های بیهوده ای را انداخت و سربازهای فرانسوی جوانهای فرانسوی رو به کشتن داد. ولی فرانسوی خیلی دوستش دارن، چون در زمان ناپلئون در واقع مثل که تمام دنیا رو تمام اروپا رو میگرفته. الو الو ولی وقتی امپراتور شد تمام مدرسین تاریخ، یعنی معلمان تاریخ از دبیرستان و در دانشگاه همه رو دعوت کرد، گفت شما میتونید فرانسه رو عوض کن، شما باید درباره گذشتگان دقیقا اطلاعات داشته باشید و اطلاعاتون رو به شاگردا بدید و از شاگردا بخواید که درباره شخصیت هایی که یک قرن بیش، دو قرن بیش، سه قرن بیش، حالا برحال شخصیت ها قدیمی قبلا شخصیت هایی که رفتن، مطالعه کنم و فکر کنم و بررسی کنم و بیان صحبت کنم، به یکی بگی این خوب بود به این دلیل، یکی بگی بد بود به این دلیل. وقتی که اشتباهاتون قبلی ها رو بررسی کنن، این باعث میشه که اشتباه تکرار نشه. اشتباه قبلی ها رو که بررسی کنن، اشتباه امروزیان رو هم پی میبرن و اصولا اون دانش آموزان عاشق فرانسوی و فرانسه میشن، عشق میهن درشون زیاد میشه. متاسفانه در کشور ما این که نشده هیچ، بلکه برعکسش عمل شده. یعنی یه سری چپی اومدن ما رو از گذشتمون بکنن، بلکه اگه ما از همش از فردوسی بگیم و از حافظ بگیم و از خیام بگیم، خب کی بره شعرهای نیمایوشی جو نمیدونم اون دیگران رو بخونه؟ پس ما باید اون شعرهای قدیم رو میخونن. شعر اینه، شعرهای تودهی رو بیاره بخونه. یه سری اسلام ما رو از گذشته دور میکنه. ما گذشته ها رو نشدیم، ما باید شخصیت اسلامی رو بشنسیم. ما به جایی که بریم مثلا نادر بشنسیم، باید حضرت علی رو بشنسیم، در حالی که نادر نابغه جهانه. نادر کم از ناپلئون نیست، ناپلئون دانشکده رفته، دانشکده جنگ رفته، نادر هیچی نخونده، ولی نادر از این طرف عثمانی ها رو زد، از اون طرف ازبک و تاتار رو زد، از اون طرف هندوستان رو گرفت، یعنی جهان رو گرفت دیگه. نه اینکه بگیم رفته مثلا انگلستان رو گرفته، ولی اون دولت مقتدر عثمانی که در اروپا یک کتاب بود اونو شکست داد. اون تاتار و ازبک هایی که اومده بودن در شمال ایران و اونجا خانه کرده بودن و الان اومدن که اینا از آسیای مرکزی مغولا اومدن هی یواش یواش جلو و کوروش جانش در همین راه از دست داد. کوروش رفت از این فدراسیون ایران، کوروش همه کشورهای مختلف رو میگفت با هم یک فدراسیون بشیم و با هم متحد باشیم و با هم زندگی کنیم، من امنیتتون رو تضمین میکنم. خب وقتی که اون افرادی که اون دریا و سیر دریا بودن، اون افراد که به تیزخون عمله نکرد بودن که چه وقت کوروش بره اونجا از رود سیمون و جیمون بگذره بره اونور جنگ کنه، برای که به اون فدراسیون حمله کرده بودن، به اعضای اون فدراسیون حمله کرده بودن. مثل اروپا که الان اصلا فدراسیون شده، اگر یک از یه نیروی خارجی مثلا فرض کنیم تو اتریش حمله کنه، همه اروپا ازش حمایت میکنن. اون هم اینطوری بود، برای اونجا جونش رو داد برای خاطر اینکه دفاع از فدراسیون و ابینگا. در اصل ناپلئون یک کاری کرد که اومدن فرانسوی ها تاریخشون رو خوندن، پی به تاریخشون بردن، شخصیت های تاریخشون رو دانش آموزان دبستان و دبستان در دانشگاه شخصیت های تاریخشون رو ارزیابی کردن، این کارش بد بود، این کارش خوب بود، این کارش بد بود، این کارش خوب بود، با هم دیگه بحث کردن و بعد اومدن افراد روز رو بررسی کردن. در نتیجه اشتباهات در فرانسه خیلی کم شد و علاقه و میهن‌پرستی بسیار زیاد شد، در حالی که در ما ایرانی ها
بسیار کم شده متاسفانه و باید من و شما بکوشیم که زیاد بشه. یکی از کم شدنش اسلامه. اسلام دین رو بر ملیت ترجیح میده. مجله بیداری دوست عزیزم آقای سیاوش لشکری منتشر میکنن یک جمله کوتاه اینجوری شد: هر کی با اسلام نجنگد انگار با ایران میجنگد. هر کی با اسلام نجنگد با ایران میجنگد. اسلام 1400 تا برای ما بدبختی آورده. اگه میخواییم دین داشته باشیم برگردیم به دین قبلیمون. مگه این همه ایرانی باهایی شدن؟ مگه باهایی دینیست نیستش که جدید مثلا 150 سال اومده؟ خب به میل خودشون دینشون از اسلام یا از یهودی یا از هر چیزی برگردوندن به باهایی. خب ما چیمونه چسبیدیم به این دین همینطوری انگار با ما زاده شدیم که قفل نیست که به گوش ما کنیم این که خب میتونیم بازش کنیم بردون دور. من آخرین بحثی که میکنم که دیگه از چند دقیقه وقت هم استفاده میکنم، این آقای مصطفی هجری رئیس حزب دموکرات کردستان. آقای مصطفی هجری تا این 37 سال کجا بودی که تا ایران و عربستان بینشون تنش ایجاد شد تو ظاهر شدی حالا میخواید جنگ مسلحانه بکنی؟ شما میخواید جنگ مسلحانه نیابتی از توی حاکمان سعودی بکنی؟ آقای هجری مجاهده و این کار نکردن رفتن توی عراق با قوای صدام به ایران حمله کردن، هنوز که هنوزه نمیتونن اینو از گذشته سیاهیشون اینو پاک کنن که چرا رفتی با صدام همکاری کردی و سربازای ایران رو کشتی؟ چون این بر رژیم اسلامی مخالفم. چه جنگ در موقعی که جنگ ایران و صدامه چرا میخوایی تکلیف رو معلوم کنیم؟ چرا وقتی بین ایران و عربستان دعی شده آقا شما فکر نمی کنید خیمه شهبازی عرب شدید؟ فکر نمی کنید فروختید خودتون و شرافتتون رو فروختید به اسرائیل و اسرائیل که فکر نکنم بول داده بشه عربستان سعودی؟ شما اومدید مسابقه کردید که ما از زمان صدام از صدام پول می گرفتیم. خب چرا پول می گرفتیم؟ صدام با ایران جنگ داشت، شما پول می گرفت، شما مثل ما جاهده بودید خواهدید به ایران کمک کنید و برای به جنگید. الو الو یه لحظه گوشی یه لحظه گوشی. خب جناب صبحی من بسیار سپاسگزارم از دستان از خانم آقایانی که به برنامه توجه کردن، بسیار سپاسگزارم. برای همتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو می‌کنم تا چهارشنبه بعد.